اثر توابع لفت، رایت و مید در متنهای فارسی. یه نکته‌ای که اینجا وجود داره، جهت عمل در متنهای فارسی برخلاف جهت متنهای انگلیسی، همونطور که در تایپ هم داریم کلمات انگلیسی رو از چپ به راست اعمال میکنیم، برای تایپ متون فارسی از راست به چپ. نکته‌ای که اینجا وجود داره، اگر یه متن انگلیسی داشته باشیم و اینجا بخوایم مثلا این طلب انگلیسیه، بخوایم اون رو جدا کنیم، باید از تابع لفت استفاده کنیم. اگر این یه متن انگلیسی باشه و بخوایم محمد رو، حالا به زبان انگلیسی باشه، بخوایم جدا کنیم، باید اینجا از تابع رایت استفاده کنیم. برای کلمات فارسی این برعکسه. اگر بخوایم اینجا کلمات محمد یا این کلمه محمد رو جدا کنیم، باید برای متن فارسی که در سمت راسته از تابع لفت، و برای متن سمت چپ یا کلمه سمت چپ مثل طلب از تابع رایت استفاده کنیم. اینو ملاحظه کنید، در سلول B24 کلیک میکنیم، زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی، تابع لفت رو اینجا میایین تایپ میکنیم، براکت رو باز میکنیم، تکس سلول D24 رو انتخاب میکنیم، ویرگول، و اینجا نامبر کرکتر رو اینجا میایم، عدد مورد نظر میذاریم. گفتیم در تابع لفت در متون فارسی از سمت راست میاد اعمال میکنه. چیا جدا بشن؟ محمد جواد رضوان طلب از سمت راست میاد جدا میکنه. ما 4 رو اینجا معرفی میکنیم، براکت رو میبندیم و کلید انتر رو میفشاریم. اینجا فقط برای ما محمد رو جدا کرد. چرا؟ چون از سمت راست 4 کاراکتر، خود محمد 4 کاراکتر داره. میایم این سلول رو کپی میکنیم به این حالت، کلیک راست، پیست و کلید اسکیپ رو میفشاریم. در سلول B25 به جای 4 این بار میگیم برامون 1 2 3 4 اسپیس 5 6 7 8 9 تا رو بذاره. 4 رو پاک میکنیم به عنوان نمبر 4، عدد 9. ببین محمد جواد رو به این صورت گذاشت. میخواییم محمد جواد رضوان رو بذاریم. محمد 4 تا، جواد 4 تا، رضوان هم 5 تا، میشه 13 تا. 1 2، 13 به علاوه 2 فاصله میشه 15. میایم اینجا نمبر 4 رو اینجا براش عدد 15 میذاریم و کلید انتر رو میفشاریم. محمد جواد رضوان اثر تابع لفت رو در این متن فارسی ملاحظه میکنید. اینجا اگر به جای 4 عدد 16 رو به عنوان نمبر کاراکترز قرار بدیم، ببینید اینجا برامون محمد جواد رضوان رو گذاشت. محمد جواد میشه 8 تا، رضوان 5 تا، 13 تا، 14، 15، 16. اگر بیاییم به جای 16 17 رو هم استفاده کنیم، این تا رو هم اینجا داریم، تای طلب رو هم اینجا داریم. این اثر تابع لفت در متون فارسی. میایم این متن رو به این حالت انتخاب میکنیم، کپی در این 4 سلول و اینجا اون رو پیست میکنیم. اگر در سلول B29 اینجا کلیک کنیم، اثر تابع رایت رو میخواییم ببینیم، عملگر مساوی، RIGHT رو تایپ میکنیم، یه براکت رو باز میکنیم، اینجا تکست این باشه، میخواییم فقط طلب رو داشته باشیم، 1 2 3 ب لام تا ویرگول 3، براکت رو میبندیم و کلید انتر، فقط طلب رو ما داد. حالا میخواییم رضوان طلب رو از سمت چپ داشته باشیم با تابع رایت، این رو میاییم کپی میکنیم. دقیقا ببینید در متون فارسی برعکس انگلیسیه. کلید اسکیپ در سلول بی سی، اینجا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی رضوان طلب از سمت چپ که حالا تابع رایت رو اعمال میکنیم، باید نامبر کرکترش باشه چند؟ 9. 3 رو پاک میکنیم، 9، انتر، رضوان طلب. حالا اگر بخوایم جواد همینجا اضافه بشه، میشه 10 11 12 13 14. اینجا 3 رو انتخاب میکنیم، 14، کلید انتر، ببینید جواد رضوان طلب. حالا اگر بخوایم این دال محمد همینجا باشه، باید به جای 14 از 16 استفاده کنیم. اینجا قبل از 3 اشارهگر ماوس رو قرار میدیم، 16، انتر. ببینید دال محمد رو هم داره.
دقیقا اثر تابع رایت رو داریم در این متن فارسی بدین گونه ملاحظه میکنید. میایم اینجا، من چند تا سلول اینجا میرم پایین، محمد جواد رو اینجا انتخاب میکنم، در این دو سلول پیست میکنیم. اثر تابع مید رو در متون فارسی داشته باشیم. بی سی و سر انتخاب میکنیم، عملگر مساوی ام آی دی، یه براکت باز میکنیم، تکس محمد جواد رزوان طلب ویرگول استارت نامبر. من اینجا میام استارت نامبر رو عدد 5 معرفی میکنم، ویرگول و تعداد کرکترها رو اینجا 200 معرفی میکنم، براکت رو میبندم. کلید انتریاتون باشه، استارت نامبر رو عدد 5 معرفی کردیم. حالا این 5 میاد از جیم جواد شروع میشه یا این میاد از نون رزوان شروع میشه، این رو ببینید. اینجا من باید این نقطه رو تبدیل به ویرگول کنم، کلید انتر. با توجه به اینکه در تابع مید اینجا اومدیم استارت نامبر رو عدد 5 گذاشتیم، اثر تابع مید در متون فارسی بدین گونه بود، 1 2 3 4 5، اینجا از اسپیس قبل از جواد رضوان طلب اومد شروع کرد و این رو برامون بدین گونه اومد گذاشت. من این رو انتخاب میکنم، کپی، و این بار میایم اون استارت نامبر رو تغییر میدیم، محمد 4 تا، جواد 4 تا، این میشه 9 تا، این هم میشه 10 تا، آر میشه 11. اینجا میایم 5 رو، استارت نامبر رو به جای 5 عدد 11 تعریف میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. فقط بهمون اومد چی رو داد؟ تابع مید این 11 تا رو داره از سمت راست برامون جدا میکنه، یعنی این شمارش استارت نامبر در تابع مید در متون فارسی از سمت راست به چپه.